متولد سلماس هستم و تا سن 7 سالگی هم اونجا بودم. پدر من یه شغلش کفش فروش بود و اینا کفش هم میدوخت. توی خانواده بسیار معمولی بزرگ شدم. به هیچ وجه دور تا دور من علاقه و توجه به هنر یا مطالعه وجود نداشت. در واقع هرچی که فکر میکنم نمیتونم رصد کنم کسی رو که بتونه به عنوان الگو یا به اصطلاح مشوق من در این مورد باشه. حتی من در طول دوران تحصیلاتم هم دور از چشم پدر در واقع به کار نقاشیگاه شخصی میپرداختم، برای اینکه خانواده فکر میکرد که اینا ممکن مزاحم درسی که البته نمیخوندم بشه، چون من معمولا شاگرد خیلی خوبی نبودم. قبول میشدم ولی خیلی موفق نبودم، به خاطر اینکه خیلی علاقه به درس نداشتم. و ولی به حال دوران سپری شد. من اولین تصویری که خاطرم میاد که هنوزم تو ذهن من حک شده، هیچ وقت از یادم نرفته در طول این سالها، اینه که خب پدرم چون کفش میدوخت، یه سری روزنامه‌هایی رو از خارج می‌خریدن و توی روزنامه‌ها یه سری تصویرهای کمیک استریپی نبود. و من کار خیلی کوچیک بودم، 5 سالم بود فکر کنم، 6 سالم بود، میرفتم پیش اینا تو کارگاهشون و با قیچی این تصاویر رو دور میبریدم و مسیری که این قیچی اطراف خطوط محیطی این تصاویر طی میکرد برای من فوق العاده لذت بخش، به خصوص وقتی کامل میتونستم درست اجرا کنم، یعنی به قیچی و این خط رو بدون برش زدن خود تصویر و اشتباه کردن. و این به قدری برای من جذاب بود که هیچ وقت از خاطرم نرفته. یعنی به نظر میرسه که همون دوران خیلی پایین کودکی من علاقه داشتم، که یعنی شخصا علاقه من بودم به این مسئله و برام خیلی جذاب بود مسئله تصویر و نقاشی. بعد تا که فکر میکنم مثلا 6 سالم بود یه جعبه آب رنگ به من پدرم خرید که قلمو هم نداشت و من این رنگ های 6 تایی آب رنگ 6 تایی خیلی کوچیک بود، دلم می‌خواست نقاش کنم، نمی‌دونستم، قلمو هم که نداشت، حالا نمی‌دونم چرا نداشت، خودم با پر مرغ اینا تو خونه که بود یه قلمو درست کردم. و این تأثیراتی که این رنگ آب و رنگ و تأثیرات بافتایی که این قلموی خاص خودم رو کاغذ می‌ذاشت بی اندازه فریبنده بود، به گونه‌ای که من ساعت‌ها با این بازی می‌کردم و برام خیلی لذت بخش. به حال کاملا نشون میداد که بسیار من نسبت به این قضیه شخصا حساسم. از سال دوم دبستان در واقع دیگه ما منتقل اومدیم تهران و من تو تهران مدرسه حافظ رفتم تو بازار، بعد دوره دبیرستان رو هدف شماره 1 گذروندم. بعد تا اون طول دبستان تا دبیرستان من اغلب تو مسابقات هنری شاید اول می شدم، حتی یه بار تو تهران استان تهران شاید اول شدم، ولی همه اینا فقط شخصی بود. یعنی من تو فضای خونه نسبت به این قضیه به اصطلاح می پرداختم، اصلا حتی به ذهنم خطور نکرد که مثلا میتونم روی آموزش ببینم، کلاسی برم، همسال هم طبق علاقه خانواده قرار بود پزشک بشم، یعنی دکتر پزشکی امتحان بدم. توی همین روزنامه متوجه شدم که به اصطلاح کنکور هنر هم میگیرن. خب من خودم شخصا علاقه به این مسئله، حتی بدون اطلاع خانواده رفتم ثبت نام کردم و تمام جاهایی که فکر میشد کنکور هنر داد من ثبت نام. 3 جا بود، دانشگاه تهران بود، دانشگاه هنر تزئینی بود و دانشگاه هنر دراماتیک اون موقع بود. وقتی که در واقع نتایج اعلام شد خب خود منم تعجب کردم، چون من تو دانشگاه هنرهای دراماتیک شاگرد اول شدم، تو دانشگاه تزئینی رد شدم به این کل، و تو دانشگاه هنرهای دانشگاه تهران دانشگاه زیبا نفر فکر میکنم 6 شدم، که 3 نفر اول که نمیدونم به چه دلیلی نیومدن من شدم نفر 3. و بعد سال 50 51 هم
وارد دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران شدم و از اونجا در واقع زندگی هنری و جدی من راجع به نقاشی تازه آغاز شد، چون من قبلش هیچ گونه آموزش نقاشی نداشتم. خیلی خود انگیخته با علاقه شخصی خودم در واقع به هنر و نقاشی فکر میکردم. در نتیجه وقتی وارد دانشگاه شدم یه ذهنیت خیلی بکر و بسیار ناشنا نسبت به مسائل حرفه‌ای دنیای هنر و بالاخص نقاشی داشتم. یادم میاد بار اولی که وارد کلاس طراحی شدم برام خیلی شگفت انگیز بود صحنه، چون آتولیه بزرگی بود، شاسوهای بزرگی گذاشته بودم. بعد تو اون شاسیه‌ها به اندازه خود شاسیه کاغذ کاهی بود و یه مدل زنده و بچه‌ها در واقع اونجا داشتن. من کمی دیر رسیدم طراحی می‌کردم، ولی من با یه شاسیه A4 و کاغذ A4 رو یه مداد طبق معمول فکر می‌کردم طراحی یعنی همین و هرگز هم برای مدل زنده اصلا طراحی نکردم. وقتی وارد سالن شدم و دیدم بچه‌ها و بخصوص 15 نفرش هم از بچه‌های هنرستان بودن که بوده 3 سال این کارو قبلا انجام داده بودن، ترس برم داشت. هم دم در واسطادم، گفتم جای من نیست، من اصلا نمیتونم توی محیط با اینا رو به اصطلاح هم پا بیام و رقابت کنم. یه چیزی در درونم گفت واسه و من با همون کاغذ A4 رفتم شروع کردم، ولی 6 ماه بعد جز به بچه های خیلی خوب آتلیه بودم تو زمین طراحی. خیلی زود این مسیر برای من طی شد. سال 50-51 بود که من وارد دانشگاه شدم. استادامون تقریبا همه آرتیست های خوب مملکت بودن. آقای وزیری بود، خانم سعد بود، عرض کنم که آقای الخاص بودن، آقای مارکو بودن، خانم محسس بودن، آقای جوادی پور، آقای حمیدی، تقریبا تمام هنرمندایی که اون زمان سرشناس بودن و یا اینجا رشد کرده بودن یا رفته بودن خارج تحصیل کرده برگشتن به نوع استاد ما بودن. یعنی ما واحد های با اینا میگذروندیم. ببینید مثلا آقای مارکو آرتیست خیلی خوب بود، ولی اینا هیچ کنون تمرکز به اون معنا رو آموزش نداشتن. گذری میمدن میرفتن یه چیزایی میگفتن و حضورشون سر کلاس ها واقعا حضور خیلی پررنگی نبود. حداقل الخاص شد، الخاص تنها معلمی بود که واقعا خیلی جدی میگرفت کلاس هاشو. ولی خب من در واقع شیوه آموزش ها الخاص برای من زود تموم شد. یعنی مثلا یک ترم طراحی که باشون داشتم به مرور دیگه مسئله برای من خسته کننده شد. من در واقع بعد از اون دیگه تمام ساعت‌های طراحی رو خودم میرفتم جنوب شهر تو قهوه خونه های و پیاده راه میرفتم و با این ایده آرمانگرایانه که رفتم بین مردم زحمتکشا و بین اقشار مختلف مردم هست که منو واقعا با هنر و واقعیت باید آشنا کنه. در نتیجه اسکیس های سری می زدم، طراحی های تون در ارتباط مستقیم با مردم برمی داشتم و این برام جذاب تر بود. فکر می کردم طراحی رو با تو دل اجتماع یاد گرفت تا اون کلاس های محدود کلیشه‌ای که همیشه پیر مردی رو اونجا می زارن و بعد به طور کلیشه‌ای همیشه حرفای کلیشه‌ای، حرفای تکراری، نه هر چیزایی برای درک نسبت تن به اصطلاح و در جزئی نگری در سطح فیگور و امثال هم برای من خیلی زود جذاب شد، دست داد. من فهم کردم که اینا چیزایی نیست که من از طراحی میخوام. من میخوام طراحی رو تو خود موقعیت ببینم و از سرش رو خودم و یا به اصطلاح. این یک مطالعه خیلی از نزدیک بود برای من، در حالی که کلاس ها برای من انگیزه رو ایجاد نمیکرد و زود تموم شد. در نتیجه چند استاد بودن که فکر کردم که میتونم به این بیشتر کمک کنم. تو طراحی آقای آذرگین واقعا به من خیلی کمک کرد و تو درست تئوری کلاسایی که بعدا با آقای روین و پاکواز گذروندم به من خیلی کمک کرد. ولی بقیه اساتید رو در واقع من بیشتر حالت دافعه داشتم به مرور زمان نسبت بهشون. شخصیت رو هنرشون رو ستایش میکردم، احترام میذاشتم، ولی در مقوله به اصطلاح آموزش و مسئله ارتباطش با مسئله زندگی خیلی این رو نمیتونستم حذف کنم. به همین دلیل به مرور دور شدم از محیط کلاس ها و دانشگاه و به عنوان یه دانشجو بیشتر شورشی دیگه منو میشناختن تا یه آدم سربزی که بیاد سر کلاس ها و بره با همسال هم.
همکلاسی های من که الان میتونم نامشون رو به شما بگم، مثلا آقای همتی آهوی که تو گرافیک بدن به اصطلاح موفق بودن، آقای زیایی که الان در واقع تو زمینه کار پرفورمنس اینا فعالن، و ایوب امدادیان که در واقع همون باعث آشنایی من با همسرم شدن، و محسن کرامتی که بعداً به جای اینکه نقاش بشه خواننده سنتی خیلی مطرح شد، شناخته شده شد، و چند نفر دیگه که متأسفانه خیلی هاشون واقعاً دیگه حضور پررنگی تو عرصه هنر ندارن. اولین کتاب غیر درسی که من خوندم و دستم دادن اینا دانشجوی سال بالاتر، و در تمام زندگی مثلا من کتاب غیر درسی نخونده بودم، عرض کردم از این خانواده بسیار معمولی من اومدم بالا، مدیر مدرسه آل احمد. در واقع این چون اولین بود کاملا یادم هست، ولی بعد من واقعا شیفته بار خیلی خوندم، یعنی هرچی که تونستم سعی کردم بخونم. برای همین میتونم بگم که بیشترین وقتم واقعا به کنار از نقاشی و یه سری فعالیت سنفی که تو دانشگاه انجام میدادم مطالعه بار میکردم. بلازم گرایشات اجتماعی و ایدئولوژیک پیدا کرده بودم، به حال با جنبه هایی از فعالیت دانشجویی و دانشگاه همسو نبودم، به همین دلیل خوب جذب گروهی شدم که کوه می رفتن، اهل فکر و مطالعه بودن، و عملا در واقع بیشتر ساعتم رو با اونها می گذروندم و در یاد حال کار کردن یا مطالعه کردن بودم. میتونم بگم که از سال سوم دیگه من خیلی فعالیت به اصطلاح آموزشی نداشتم، و البته خود به اصطلاح مسئولین دانشگاه هم به این نتیجه رسیدن که بهتره من راحت بذارن، آزاد بذارن، و حتی کمک کردن که من سر کلاس ها نباشم به عنوان موجود ناراحت و معترض، ولی خب واحدمون پاس میشد. اما در مورد اینکه چه الگوهایی وجود داشت که من خودم دنبالش باشم، بله با نگاه به اصطلاح ایدئولوژیک اون موقع خودم، هنر چپ درسه بین‌المللی به خصوص نقاشی مکزیک برای من و کنار تحولاتی که از مثلا مدرنیست های مثل کوبیست های یاد میگرفتم برای من جذابیت داشت. هیچ گونه ارتباطی رو بین اون چه که در فضای دانشگاهی و اون دروس دانشگاه میگذاشت پیدا نمیکردم، یعنی به نظر میمد که این یه جزیره جدا از اجتماعست که درش مسائل انتزاعی مطرح میشه، و وقتی پی در واقع آشنای اولیه‌ام با هنر معاصر در گالری ها و اینا به مرور داشتم پیدا میکردم، ارتباط اونا رو هم با فضای انضمامی خودمون خیلی درست نمیدیدم. به نظرم از موزه چپ و رادیکالی که داشتم اینا خیلی محافظه‌کارانه و حتی ممکن بود که دار ارتجاعی به نظر میرسید، و همین باعث شد که مقداری من نسبت به کل پروژه آموزش در دانشگاه موضع بگیرم، و این به دنبالش به اینجا رسیدم که باید خودم مشکلاتمو حل کنم. توی این عرصه به حال نقاشان مکزیکی که حالا الگوهای مناسب بود برای من، و سعی کردم که یه سری کار ایجاد کنم، البته ایجادم کردم، یعنی در واقع وقتی من لیسانسمو دادم یه مجموعه کار تولید کرده بودم که اون در واقع به عنوان پروژه لیسانس نمره الف گرفت، بالاترین نمره رو گرفت، و همون به اصطلاح تبدیل شد به نمایشگاه انفرادی من، و یعنی کارا اینقدر روش پیدا کرده بود که خواهان زیادی داشت، و حالا داستانش رو بعدا میتونیم بهش بپردازیم. عرض کنم که این مسئله به اصطلاح دانشگاه که من سال دوم سوم شروع کردم حرکت انفرادی خودم انجام دادم، خب برای من به عنوان پروژه جدی بود، خواستم که ایده ها و افکار اجتماعی خودم رو در واقع به تصویر ترجمه کنم، و الگوهایم موفقی هم مثل نقاشان مکزیک اینا برای من جذابیت داشت، برای همین یه سری کار شروع کردم انجام دادم، و این کارا اساساً هیچ وقت تو دانشگاه دیده نشد تا روزی که من پروژه لیسانسمو ارائه کردم. و
در خلوت شخصی خودم این کار رو میکردم و در واقع این سری اول کارهای من که سال 56 وقتی من پروژه لیسانسمو گرفتم به این طبق قوانین دانشگاه هر کس تو پروژهش میتونست نمره 20 بگیره یا بالاترین نمره رو بگیره این امکان وجود داشت که از اون سالن نمایشگاه بزرگ دانشگاه استفاده کنه و مثلا کاراش ارائه کنه و من همین کارو کردم دانشگاه هم موافقت کرد اون نمایشگاه بسیار مورد استقبال قرار گرفت خیلی زیاد چه از بیرون چه از دانشجوی دانشگاه تهران و امثال هم به همین دلیل بلافاصله با تقاضاهایی برای نمایش بیرونی و به اصطلاح من روبرو شدم که همون سال 56 در واقع در تالار نقش میدان توحید اون موقع آقای ساحر به اصطلاح میگردوندش این نمایشگاه رو دوباره برگزار کرد نمایشگاه قرار بود فکر کنم 10 روزه اگه اشتباه نکنم یا 2 هفته ای نمیدونم دقیقا الان خاطرم نیست باشه ولی به 45 روز تداوم پیدا کرد و تا لحظه آخر سالن پر خالی میشد چون دقیقا همون ایام در واقع خیزش مردم بود فضای بسیار سیاسی و متشنجی بود و این کارام همه با تمای اجتماعی و سیاسی بودن بسیار در واقع لحظه مناسبی این نمایشگاه برگزار شد و خیلی استقبال خیلی زیادی از این نمایشگاه شد